ترسیدم که خب منو زیر نظر گرفتن، بعد برای همین مجبور شدم که با ترس و با عجله ایران رو ترک کنم و بیام ترکیه. مهدی در ایران در یک خانواده مسلمان به دنیا آمد. از بچگی نماز و روزش ترک نمی شد تا اینکه در سنین جوانی فهمید که اسلام جوابگوی سوالهای او نیست. چیزی که لازمه ارتباطی که دو طرفه باشه گفت و شنیدی باشه فقط گفتن من بود، تکرار توتیواره هر روز حرفا که حالا به زبونی که خب زبون خودم هم نبود، مجبور بودم پنج بده بگم و انجام میدادم. این خب خسته کننده بود، یعنی من به جایی رسیدم که خب خسته شدم، گفتم که خب بذارمش کنار ببینم چی میشه. دیدم که خب من با زمانی که این وظایف مذهبی انجام میدادم چه زمانی که انجام ندادم تفاوتی احساس نکردم. گفتم خب اوکی، فقط خدا هست، مذهب اینا به درد نمیخوره، گذاشتمش کنار. جست و گریخته خب علاقه داشتم، ادیان دیگه هم میخونم، از مسیحیتم چیزایی شنیده بودم، تا اینکه توی بیجنامه روزنامه تهران راجع به انتخابات 2004 آمریکا بود، راجع به زندگی جورج دبلیو بوش، اینکه تا قبل از ایمانش این آدم الواتی بوده، الکلی بوده و خب یه زندگی بی هدفی داشته، تا با لورا بوش آشنا میشه، اون خانمش باعث میشه که به مسیح ایمان بیاره و توبه کنه و از اون به بعد یه تولد تازه یا داشته باشه. این بود که این جرقه شد برای من تا اینکه بیشتر بخونم راجع به مسیحیت. مهدی شروع کرد به مقایسه اسلام و مسیحیت و شیفته مسیحیت شد. گفتم خب اوکی، این همینه که من میخوام، این همینه، من همینه میخوام و نشستم خوندم. با این وجود هنوز سوالهای زیادی در مورد خدای مسیحیان داشت، پس برای پاسخ به سوالهای خود به طور مخفی با یک گروه مسیحیان ایرانی تماس برقرار کرد. خب ارتباط بیشتر شد و تونستم باشون ارتباط برقرار کنم. اون لحظه که به مسیح ایمان آوردم با من خدا و خداوندم قبولش کردم، لحظه که هیچ موقع یادم نمیره، اون آرامش، اون آشوب های درونم، همه اینا تموم شد. پس از اندک زمانی خانواده مهدی متوجه شدند که رفتار و منش مهدی عوض شده. بعد از روزها پرسجو مهدی به اونها گفت که سرچشمه تمام این تحولات ایمان جدید او به مسیحیت می باشد. خب یک شوکی شد بسشون. خب این پسرشون که نماز روزه می گرفت چطور شد یه دفعه مسیحی شد؟ این من هم باشون صحبت کردم، گفتم که ببینید شما مسیح رو بشناسید، اون حضرت مسیح نیست، اون عیسی مسیح پسر خداست. سر این کلمه خب خیلی آشوب شد تو خونمون، میگفتن که خب تو کفر نگو، خدا ازدواج نکرده، پسر نداره. ماموران دولت از گرایش مهدی به آیین مسیحیت پی بردند و حرکات او رو زیر نظر گذاشتند. این باعث شد که برای نجات جان خود مهدی ایران رو به قصد ترکیه ترک کنه. اینجا شرایط زندگی خیلی سخته برای کسی که زبون بلد نیست، مسیحی هم هست، اینجا اجازه کار نداریم، هر هفته حداقل باید بریم پلیس امضا بدیم خودمون رو معرفی کنیم. با وجود این که پناهندگی هست و سختی هست، اما خدام هست. ممکنه خیلی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن تو شرایط پناهندگی و آوارگی و سختی باشن، شرایطی که منم یه مقدارش چشیدم، اما خدای پرمحبت عیسی مسیح اون آرامش، اون شادی، اون نیازهایی که برای ما هست رو تامین میکنه، بهمون میده.
اگر شما هم آواره هستین بیاید بچشید ببینید خداوند نیکوست.